توشی ملحق ساختن چهار منطقه اوکراین به خاک روسیه توسط ولادیمیر پوتین روند قانونی الحاق این مناطق اشغالی را تکمیل کرد. دو مجلس پارلمان روسیه قبلا قانون الحاق مناطق اوکراینی به خاک روسیه را تصویب کرده بودند. کیف و متحدان غربی آن میگویند تلاش روسیه برای ملحق ساختن خاک اوکراین یک غصب غیر قانونی سرزمین اوکراین بوده و هرگز به رسمیت شناخته نخواهد شد. اوکراین میگوید اردوی این کشور هر منطقه را که توسط نیروهای روسیه اشغال شده است دوباره از کنترل آنها خارج خواهد ساخت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه شنبه گفت که اردوی کشورش در هفته گذشته به پیشروی های بزرگ و سریع علیه نیروهای روسی دست یافته و دهها شهر را در مناطق دوباره به دست آورده که روسیه آن را زمیمه خاک خود اعلام کرده است در همین حال اورسولا واندرلین، رئیس کمیسیون اروپا امروز چهارشنبه برنامه انرژی زمستانی اتحادیه اروپا را در حال اعلام کرد که جنگ در اوکراین منابع انرژی در سراسر سر این قاره را به خطر انداخته است. خانم وندرلین در سخنرانی در جلسه عمومی پارلمان اروپا گفت که جنگ وارد مرحله جدید شده است و تاکید کرد که اتحادیه اروپا تا هر زمانی که لازم باشد از اوکراین حمایت خواهد کرد. پوتین, لانشت... پوتین اولین بسیج نظامیان روسیه از زمان جنگ جهانی دوم را را اندازی کرد و با صدها هزار جوان روز به حیث مواد سوخت جنگ رفتار کرد او با استفاده از یک همه پرسی ساختگی جهت تلاش غیرقانونی برای تغییر سرحدات بین المللی از زور کار گرفت و همچنان از چندین ماه به این سو از انرژی به عنوان سلا استفاده می کند خانم واندرلاین افزود که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید هنگام خرید گاز مشترکان اقدام کنند تا از رقابت با همدیگر در بازارهای جهانی که منجر به افزایش قیمت ها می شود جلوگیری شود. با وارد شدن جنگ اوکراین به مرحله تازه ایالات متحده اعلام کرد که به ارزش 625 میلیون دلار کمک نظامی اضافی به اوکراین ارائه کند، معاونتی که شامل فراهم کردن سیستم میزایلی پیشرفته است و به نیروی نظامی اوکراین در جنگ با روسیه کمک می کند. This will the Ukrainian... این کمک نظامی امکانات و مهمات اضافی را در اختیار نیروهای مسلح اوکراین قرار می دهد که برای حفظ موقف فیلی نیروهای آن کشور در شرق و جنوب نیاز دارد اوکراین توانایی استفاده از این قابلیت ها را برای کاهش معصریت لوجستیک و فرماندهی و کنترل روسیه نشان داده است و فرصت را برای اوکراین جهت مانورها و پیشروی ایجاد کرده است دستیار معاون وزیر دفاع امریکا در پیوند به تهدیدهای اخیر ولادیمیر پوتین مبنی بر استفاده از سلاح اتمی به خاطر دفاع از خاک روسیه گفت که واشنگتن تهدیدهای استفاده از سلاح اتمی را جدی میگیرد اما افزود که در حال حاضر این تهدیدهای آقای پوتین تنها لفاظی های غیر مسئولانه است نجیبه خلیل تلویزیون آشنا صدای امریکا Washington.